حبیب با سلام به شما و خوشحالم که تو این گفتگو همراه ما هستی. میخواستم بپردازیم به دور سوم مناظراتی که در واقع امروز به پایان رسید و اون انجام شد. برامون بگو که چه گذشت و در حواشی این مناظره و این خبرها چه بود؟ بله، منم سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون آزادی و سلام به تو یاسر و خسته نباشی. اجازه بده من قبلش بحثایی بکنم سر خبرهای مهمتری که وجود داشت از صبح امروز. صبح امروز لاریجانی اومد یک بیانیه‌ای داد خطاب به شورای نگهبان رژیم که این مطرح شد و تو این بیانیه اومد گفتش که در واقع خواستش که تمام دلایل عدم احراز صلاحیت خودش رو اونجا بیان به این بگن و بعد گفتش که رسما و علنا بدون پرده پوشی و به صورت عمومی اینو بیان کنید. حالا میخوام ببینیم اصلا چرا امروز یک هفته مونده به انتخابات که روز جمعه هستش این لاریجانی اومد یک همچین فیلی هوا کرد. چی شده؟ یعنی باند خامنه‌ای خبر نداشت، احتمالاً حتما قطعا خبر نداشتن که این همچین کاری میکنه. خوبیش ولی شاید هم دیده که زمان کوتاه شده دیگه، خلاص گفته الان وارد شن دیگه دستشون بسته بشه، مجبور بشن یه حرکتی انجام بدن، واکنشی نشون بدن. دقیقاً. حالا بلافاصله بعد از اون بود که یعنی ساعتی نگذشت اصلا سخنگوی شورای نگهبان کدخدایی اومد توییت کرد که در واقع گفت همچین خبرایی نیست و اون گفتش که برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و این موضوع و انتشار عمومی اون همچین قانونی تو انتخابات ریاست جمهوری اصلا وجود نداره. بعد این حرفی رو که به اصطلاح این سخنگوی شورای نگهبان زد، بلافاصله بعد دوباره جنگ و دعوا خیلی شدید بود. اومد لاریجانی مجدداً اونم توییت کرد و گفتش که نخیر، شورای نگهبان موظفه مطابق فرمان حاکمیتی بیاد دلایل رد صلاحیت اعلام بکنه. اما میخوام ببینیم چی شده اصلا، چی شد که لاریجانی اومد یه هفته مونده به انتخاب همچین با حرفی رو علم کرد. واقعیت اینه که چون اولین نکته که آدم نتیجه میگیره از این بحث، از این توییتی که امروز لاریجانی کرد و جنگ و جدالی که تا ظهر ادامه داشت، اینه که اولا نشون میده که لاریجانی هم به خوبی شرایط دیده که چقدر وضعیت خامنه‌ای در فلاکت باره. چون قطعا لاریجانی تنها که نیست یه دفعه تصمیم بگیره از این توییتو بکنه. لاریجانی پشتش همون برادرشه که خود اون هم جزو به اصطلاح بالای توی شورای نگهبان رژیمه، به اضافه آخوندهای قوم هست که این رفتن همه اونا رو دیده بودن، یعنی پشت اینها جریانی از آخوندهای قوم هم هستن، بنابراین تنها نیست. همه اینا هم به خوبی وضعیت فلاکت بار رژیم میفهمن. اما یه نکته به جز اینم هستش که با وجود این حرفی که امروز لاریجانی زد، اما باید بدونیم که این هم ادامه همون نق زدن‌های بی‌رمق و خائنانه همین به اصطلاح بانده رژیم هستش. این از این نکته دیگه که می‌خواستم بگم به جز اینم، می‌دونید که امروز فقط این لاریجانی نبود، روحانی هم اومد امروز صبح صحبت کرد، شروع کرد علم شنگه که عدالت و انصاف وجود نداره، به اصطلاح تغییر میدن، آمارهای دروغ دارن میدن، منظورش توی همین مناظره هستش. معصوم ابتکار هم اومد گفتش که اینا می‌خوان نشون بدن که به هدف اینی که مردم تصور کنن شرایط بدتر شده، منظورش توی زمان روحانیه. ربیعی هم اومد باد وارث شد، اومد ربیعی هشدار داد که هممون توی یه کشتی نشستیم، مواظب باشین توی صحبتاش. بعد ادامه داد که مهم اینه که الان مشارکت حد اکثری توی انتخابات به اصطلاح صورت بگیره و بعد اونجا هم گفتش که تهدید اینه که نیروی برانداز استفاده بکنه. به جز این روزنامه‌های رژیم هم باز همین امروز روزنامه مستقل اومد گفتش که اون چه که به عنوان مناظره داره انجام میگیره، تو دو تا مناظره گذشته هم بود، گفتش که این در واقع شبیه یک انشای دست جمعیه که اینا دارن انجام میدن و نوشت البته جدال بر سر قدرته که اشتباه، این به سر انحرافیه. جدال بر سر اینه که هر کدوم اینا میگن بر سر در واقع جلوگیری از سقوط نظامه. جنگ این دو طرف همینه، اون باند میگه من بهتر میتونم جلوی سقوط نظام بگیرم، این باند همینطور. روزنامه آرمان هم اومد همینو گفت، گفتش که ناامیدی مردم به بیشترین حد خودش رسیده، این شرایط رژیمی که رژیمتون به سر میبره. زمینه خوبه بگم که تو این هفته کاندیدا دو تا کاندیدا هستن به اون همتی و مهر علیزاده که در واقع کم رنگ، در واقع قدیم اینطوری بود که توی تعزیه ها نفراتی بودن که نقش نعش و مرده رو بازی میکردن، این دوتا هم همینطوری هستن، رفتن اونجا این نقش رو بازی میکنن. اما نگاه کن وضعیت انقدر خرابه که حتی اینها صداشون بلند شده، دستشون به اصطلاح صحبت میکنن علیه رئیسی.
این وضعیت اینه. اما بذار من اخبار مناظره امروزم که به دستم رسیده بعضی نکاتشو بهت بگم. من می‌خواستم اگه موافق باشی جان ابتدا تصاویر کوتاه رو کل همین مناظره امروز دور سوم رو با هم ببینیم و بعد شما بگین. بله باش. اقتصاد مفاهیم و معادلات خودش رو داره. جناب آقای رئیسی میگن گرانی در گرانی سازی جلوبی. کی گرانی سازی؟ اصلا تورم عامل گرانیه. ما خودمون رو به راه دیگه نزنیم جناب آقای رئیسی. من خواهشم به این نکته توجه کنید. تحریم تو این یک دهه گذشته مبادلات اقتصادی ما دنیا رو به هم زده. چرا میگید عوامل دیگر رو ما صحبت نکنیم؟ جناب آقای رئیسی من سوالم اینه که حضرت عالی که به عنوان سرگروه این پنج نفر هستین که در مقابل من وایسادید بفرمایید که اگر قدرت دست تندروها بیفته چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قدرت دست شما بیفته چه اتفاقی خواهد افتاد؟ من خیلی راحت میگم تحریم‌های جدید با اجماع جهانی بیشتر اتفاق خواهد افتاد. مردم میخوان بپرسن که آیا واقعا کرونا خطرناکه؟ اگر کرونا خطرناکه خوزستان که با این وضعیت قرمزی که الان چند ماه داره و روزی بیش از 100 نفر در این کشور از کرونا دارن میمیرن، هر روز جناب آقای رئیسی در اونجا شعاف و تبلیغات میکنن، هزاران نفر مردم جمع میکنن در اونجا. خب مردم میپرسن میگن ما به چی اعتماد کنیم؟ کرونا هست یا نیست؟ خطر هست یا نیست؟ من میترسم به این ترتیب جناب آقای رئیسی میخواستن سید محرومان بشوند، این دفعه بشوند سید مرحومان. 10 نفر از مدیران بله سیستم غذایی واکسن زدند. میپرسم آیا این واکسن زدن ها قانونی بوده، شفاف بوده؟ خیلی کوتاهی بود حبیب، بفرمایید سر مناظرات می‌خواستی بگی. بله همین قسمت کوتاه خیلی گویا هم بود اتفاقا. خوبم بعضی نقاطی که اینجا نمیاد بگم. بله. اینا قبل از اینکه وارد مناظره بشن یکی یکی اومدن بیرون، توی قبل از ورود به مناظره یه سری صحبت‌ها هم کردن. یه نکته به سلام محسن رضایی گفت، توی گفتش که بحث ما اینه که مردم به کاندیداها اعتماد نمی‌کنن، اونجا ترک کرد. بعد یه نکته گفتش که صبح مردم بلند میشن میبینن بنزین گران شده. اینو البته بعدم توی خود مناظره هم گفتن، ولی اشاره نکرد که این که بنزین گران شده این می‌خواست بنزه گردن روحانی، اما اسم خامنه‌ای رو نیاورد. اگه یاد باشه همون زمان هم با اینکه مجلس اومد به سلا جلوی این گران شدن بنزین می‌خواست بیسته، این خامنه‌ای بود که وارد شد. یعنی هیچ کسی جز خامنه‌ای نبود مطلب. که خواهان این بود. بله. در واقع این مرز سرخ خامنه‌ای هیچ کدوم از این کاندیداهای به سلا دستچین شده مطلق بهش نزدیک نمی‌شن. بعد همشون امروز اومدن صحبت‌های توی اگه مناظره بخواید نگاه بکنین، جنگ باندی و تشدید تضاد بین باندهای رژیم، دو باند اصلی رژیم خیلی نمایانه. مثلا قاضی زاده اومد روحانی رو گفت، چون میدونی که قرار بود که همتی بیاد 6 دقیقه یا 8 دقیقه وقت بگیره دفاع کنه از دولت، چون تو مناظره قبلی صدای روحانی هم در اومده بود که این وقت انصراف داد. تو نقطه مقابل قاضی زاده اومد گفتی که آقای روحانی از دفتر کارت خارج شو، بیا بیرون، بیا من باهات مذاکره کنم، که سر همین بحثای از جمله در مورد گرونی بنزین. خود قاضی زاده هم اومد باز اینم به گرونی بنزین اشاره کرد. حالا چرا اینو به موضوع گرونی بنزین اشاره میکنن؟ چون میدونن که حرف مردم چیه، چون تجربه آبان 98 رو دارن، میخوان از این استفاده کنن. حالا اومد منظورتونه که اونجا که قاضی زاده قشنگ فاکت بلند کرد، گفتش که همتی تو خودت بودی که پشت این بودی و اینا. بله. خامنه ای رو در اصل میخوان به در ببرن. بله دقیقاً همینطوره. و این اومد گفتش که اساس گفتش که مشخص نشد که چه کسی مسئوله. بعد کسی نیومد تو سر این موضوع گرون شدن بنزین استعفا بده یا عذرخواهی کنه. خب اگه واقعی بود، واقعیت اینه که اولین کسی که باید استعفا میداد و عذرخواهی میکرد خود خامنه ایه، که البته خامنه ای اهل استعفا هرگز نیست، چسبیده به کرسی ولایت و توسط مردم قطعا سرنگون خواهد شد. بعد محسن رضایی هم اومد گفتش که بحث دزدی ها رو گفت، اینا از دو طرف دزدی های همدیگر رو افشا میکردن، چپاول دزدی و راندخاریشون رو، و گفتش که اینقدر دزدی و غارت وجود داره که من میتونم یارانه 450 هزار تومانی رو تامین کنم، اما نگفت از کجا.
زاکانی هم همینطور اومد علی در مورد تورم به صلاح حمله کرد به روحانی و یه نکته دیگه هم گفت در مورد برادران لاریجانی، هم منظورش همین سرس لاریجانیه که گفت 250 هزار میلیارد تومان رو من از حلقوم این سه برادر بیرون میکشم. یعنی وضعیت رژیم و بهت این مناظره به شکل تصفیه حساب بود، دقیقاً ویترینی بود از وضعیت به هم ریخته و تشدید تضاد تو درون خود رژیم. اینم باز گفت، اومد گفتش که منم زاکانی، منم مخالف گران شدن بنزین بودم، حالا این وسط معلوم نیست که پس پرتغال فروش بره دنبال این بگردی. بعد همتی هم همینطور تو صحبتاش یه سیخی هم به رئیسی زد، گفتش که این رئیسی سرگروه این 5 نفر دیگه است، یعنی به جز خودش و میرعلی زاده توی جنگ دوای داشت. بعد یه نکته به همتی گفت تو پاسخ سر بنزین، گفتش که من ببخشید سر بورس، گفت من از مدت ها پیش به خامنه ای نامه دادم و هشدار دادم سر بورس. یعنی اومد اینطوری موضوع بورس، موضوع چپاول 50 میلیون نفر از مردم ایران رو پای خامنه ای کشید وسط و انداخت گردن اون. این نکات مختلف بود. یه نکته هم بگم سر رئیسی، تو این کاندیداها رئیسی تنها کسی بود که حرف جدی نداشت. البته رئیسی توی حرافی به پای روحانی نمیرسه، تنها ویژگی رئیسی همین قتل عامه، سبوعیت و جنایتکاریه که به همین دلیل اتفاقا خامنه اینو کاندید کرده. رئیسی البته حرفای زیاد نکاتی که گفت از جمله قافایی هم میداد، چون مسلط نبود گفتش که در مورد اهواز گفت من رفتم به یکی از استان اهواز، یعنی فرق استان و چیزم شهرم قاطی کرده بود. این نکات بود. اما یه نکته می‌خواستم توی مناظره ها بگم، چه مناظره امروز چه روزهای قبل، نکته اصلی اینه که اینا هیچ کدوم به مرز سرخ‌های رژیم نزدیک نشدن، از جمله به سرکوب آزادی‌ها، سرکوب درگیری‌های خیابانی، یعنی سرکوب خیابانی، مرز سرخ اعدام، هیچ کدوم به این نزدیک نشدن و مشخصاً به اصلی‌ترین مرز سرخ یعنی رئیسی. بله حبیب، کامنتی رو بخونم. بیننده گفته که خامنه‌ای دیگه تحمل نیروهای شکافدار رو هم نداره، باندهای داخلی صحبتشون اینه که با خامنه ای این راهی که میروی راه سقوط بله من سقوط همگی ماست. بله که در ادامهشو که بقیهشو هموطن دیگه گفته که مردم وقتی در این وضعیت اسفناک حرفای کاندیداهای سیرک انتخابات رو میشنون، بیش از پیش بر تنفرشون از کسانی که شیادانه تلاش میکنن خودشون رو هم درد مردم نشون بدن افزوده میشه. این کسانی که خودشون طی 40 سال حاکمیت ننگین آخوندها عامل این وضعیت هستن. گفته که این واقعیت اونقدر عریانه که حتی خودی های نظام هم بناگزیر زبان به رسوایی بازی انتخاباتی چند مهره نظام گشودن. من خواستم تو از دور سوم و آخرین دور گفتی، اما این دو دور قبلی رو هم چطور میبینی و چه واکنش هایی رو تو این رابطه بود؟ دو دور قبلی هم در واقع این همین دوری که دور سوم مناظره امروز بود تو، یعنی تو اون دورم اینا کاندیداها کار اصلیشون افشای دزدی، فساد و راندخاری یک دیگه بود. یعنی کار اصلیشون همین بود، همین تشدید تضادها. در واقع اگه بخوایم بگیم توی این مناظره ها تمام مردم دیدن که وضعیت رژیم، وضعیت شق و شکاف رژیم در چه نقطه ای هستش، که میدونی که وقتی مردم اینو میبینن اتفاقا همین مناظره هایی که اون دسته از مردم که میبینن خود اینا با این جامعه انفجاری رو چکار به نقطه انفجار نزدیکتر میکنه، چون بسیار کینه بسیار زیادی خواهند گرفت. مثلا اگه بخوایم بگیم، البته موضوعات رو میدونید تو این بحثا که میگه هیچ وقت به مرز سرخ خامنه ای نزدیک نشدن. در واقع مردم به خوبی دیدن که رژیم تو مرحله آخرش به سر میبره. خوبه که اینم اشاره بکنم که فاکت های مختلفی هست از وضعیت به سر بردن رژیم تو مرحله آخرش، از جمله احمدی نژاد که روز گذشته این اومد توی صحبت هایی که کرد گفتش که اتفاقا برای اولین بار بود که گفت بالاترین مسئول مقابله با جاسوسی توی وزارت اطلاعات اون نفر خودش جاسوس اسرائیل از کار در اومده. بله اگه میخواستم اگه موافق باشی قبل از این که به صحبت احمدی نژاد بپردازی لحظاتی کوتاه قسمت های از حرفای خودش رو بشنویم و بعد بیشتر خودت بگیم. بله از شما سوال میکنم، این موضوع ساده ای که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسای اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاره، چه دیگه خبرش اعلام شد؟
این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی. معلومه که شبکه هست، اون بعد خطی است که سرنخی است، بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام. بقیه کجا رفتن؟ اصلا تکلیف ترور فخری‌زاده چی شد؟ این موضع‌گیری‌های متناقضی که کردن، اصلا وزیر اطلاعات رسمان اومد که ما خبر داشتیم از زمان مکانش. پس چی شد؟ بله حبیب بفهمیدشون گفتی. این وضعیت رژیمه که الان از زبون احمدی نژاد که جزء همین رژیمه به گوش مردم داره میرسه. خوبه که بگم این در واقع وضعیت اینطوریه که یوسف کوهن اتانا اومد گفتش که سال 96 11 بهمن 96 رفتیم اون اسنادی که سقف سوراخ کردیم و بردیم 20 نفر مأمور موساد بودن که هیچ کدوم اسرائیلی نبودن. پس کیان؟ همین پاسدارا از درون خود همین رژیم. حالا این وضعیت رژیمه. اما میخوام در مورد مناظره ها بخوام ادامه بدیم. این کارکرد مناظره ها اینه که در واقع اومدن همه اینا یکدیگر رو مثلا شغل یکدیگر رو معرفی کردن. اون یکی گفتش که این معامله گره، اون گفت که این راندخاره، این گفت دزده، گفت اون خانواده 250 هزار میلیارد تومان به سلا بالا کشیده. در واقع با این مناظره مردم فهمیدن که علت این که الان خط فقر شده 12 میلیون و علت این که یه شونه تخم مرغ شده 150 هزار تومان چه کسایی هستن. من خبر امروز تو روزنامه همشهری هم خوندم که مردم که میرن برای دفن متوفا رفتگان خودشون اینطوری که میرن سنگ قبر، پول سنگ قبر ندارن، بعد میرن یواشکی به اون قسمت سنگ قبر صاحب اونجا میگن که آیا سنگ قبر دست دوم داری؟ و خیلی هم از قیمت از خیر این میگذرن و سراغ کار خودشون میرن بدون سنگ قبر. یعنی وضعیت جامعه رو همین کسایی که اومدن پای مناظره، یعنی کلیت این رژیم مردم رو به این نقطه رسونده. حالا این وضعیت خود روزنامه‌های رژیم هم دارن اشاره میکنن و میگن که این مناظره ها رو خوب تعریف کرده اینا. مثلا این آرزوم آرمان اومد گفتش که این مناظره در واقع کیفرخواست 40-42 سال حاکمیت بود. یعنی تو اینو خودشون دارن اعتراف میکنن. یا روزنامه اطلاعات امروز نوشتش که تخریب گذشته و تصفیه حساب‌های سیاسی و باندی برای مردم عامل ناامیدیه. البته عامل ناامیدی نیست، عامل خیزش مردمه. این اعترافات بسیار زیاده که خود اینا دارن انجام میدن. در واقع نشون میده این مناظره که خامنه ای بهترین نفرات که خامنه ای انتخاب کرده برای کاندیداتوری برای نمایش خودش همین اراذل هستن که اومدن اینجا. این بهترین زینو نداشته. در واقع اینا قواره آینده همین رژیم هستن. از رسانه های رژیم انعکاس اونها رو سر مناظرات گفتی، تو بین مردم این موضوع چطور دیده میشه و اونها تو این رابطه چی میگن؟ بله، تو بین مردم که بسیار مشخصه 42 سال تکلیف مردم از یک طرف و اون طرف با رژیم کاملا مشخصه، رو در روی هم قرار دارن. هیچ دستبندی دیگه، هیچ دو قطبی دیگه مطلقا مشروعیت نداره و وجود نداره. اما خود مردم هم توی مناظره ها خب بیشتر به ماهیت فاسد این دستن در کارهای رژیم از جمله خود خامنه‌ای و رئیسی و بقیه این شش نفر دیگه پی بردن. خب واقعیت اینه که با دیدن این مناظره ها یه نتیجه معکوسی هم برای رژیم به بار آورده. اون نتیجه معکوس اینه، آخه نگاه کن، همه ایران که فقط این هفت نفر به اضافه آخوندها نیستن، که هفت تا فاسد که اومدن ایجاد به عنوان اینا گل سرسبد خامنه‌ای هستن، اما اینا همه ایران نیست. در نقطه مقابل اینها 42 سال مقاومت وجود داشته. در مختلف مقابل اینا مادران همین شهیدان آبان داریم نگاه میکنیم که هر روز دارن میان میگن رأی من سرنگونی. در نقطه مقابل اینا خانواده های 30,000 زندانی اعدام شده سال 67 به دست امثال همین رئیسی هستن که تو مقابل مثلا وجود قطع علم کردن. در نقطه مقابل اینا خب میدونی از همون اول که خمینی اومد تحت عنوان جمهوری اسلامی در واقع حاکمیت حکومت اسلامی رو پایه‌گذاری کرد، چون بسیار دجال بود، فهمید نمیتونه الان بگه به دلیل شرایط سیاسی اون موقع بگه که جمهوری اسلامی، بگه حاکمیت اسلامی یا حکومت اسلامی که تئوری خودش بود توی کتاب خودش اومد گفت جمهوری اسلامی. در نقطه مقابل اینها مقاومت ایران از 42 سال پیش ایستاد. یعنی واقعیت اینه که اینها
چهره اصلی ایران هستند. در مقابل، حالا در مورد مناظره هم صحبت کردیم، بسیار جالب بود، این روزها فاکت‌های بسیار مختلفی می‌دیدیم که کاری کردن جوانای ایرانی که همین دیروز پیروز رئیسی مجبور شد بیاد وسط بگه آقا بنرای منو از تو خیابونا جمع کنید. علتش چی بود؟ علتشون حرف مزخرفی که خودش گفت که نبود، که مثلا به اصطلاح جلوگیری از هدر رفتن اموال بیت المال اینا، اصلا تو همین حرفش هم تناقضه. وقتی بنرها چاپ شده پولش که رفته، پس برای چی میگی جمع کن؟ علت اینه، مردم و جوانان شورشی و کانونای شورشی این بنرها پاره میکنن و میسوزن، بنابراین خواست اینطوری جلوگیری کنه. ضمناً اینکه منفوریت این اجتماعی رئیسی هم بسیار بالا هستش، این روزها توی خیابون‌های شهرهای مختلف بسیجی‌ها یه سری تریبون آزاد گذاشته بودن که اما مردم می‌اومدن وسط، میکروفون‌ها رو از دست بسیجی‌ها می‌گرفتن و حرفای خودشون رو برای رأی ندادن توی انتخابات و برای اعلام رأی من سرنگونی به اصطلاح اعلام می‌کردن. یه نکته هم بگم که خود رئیسی که رفته بود توی اهواز، علارغم شرایط کرونایی که مهرعلیزاده هم اشاره کرد، رفت اونجا یه چند هزار نفر رو جمع کرده بودن با اتوبوس و ساندیس اینا آورده بودن، همونجا همونا نفرات شعار دادن که آب نیست آب نیست و سخنرانیشو مختل کردن و خیلی جاها قطع کردن. بنابراین اگه بخوام نتیجه بگیریم، تنها کسی که تو این انتخابات شرکت میکنه یک نفره، اونم خود خامنه ایه، کاندید خودشو آورده و میخواد اینو از صندوق بکشه بیرون، کما اینکه توی سال مختلف و این پروسه در همین کار کرد. سال 88 احمدی نژاد آورد که همون بلا سرش اومد، قیام شکل گرفت و زلزله ایجاد شد. سال 92 اومد تن داد به روحانی. سال 96 هم در مقابل رئیسی باز مجددا مجبور شد به روحانی تن بده، اما امسال عزم جلسیده که رئیسی رو بتونه این وضعیت بیرون بکشه. بله. به همین دلیله حبیب، من خواستم در فرصت پایانی که هستیم کوتاه به سوال هموطنی هم پاسخ بدیم. هموطنی گفته که برنامه سازمان بعد از این رژیم چیه؟ فقط در مورد براندازی حرف زده میشه، بعدش چی؟ اگه میشه کوتاه هم توی این رابطه بگیم. ضمن درود به این هموطن و دوستان دیگه که کامنت گذاشته بودن، برنامه مقاومت ایران دقیقا هم که میگه بسیار سوال درستی هستش. از بعد از انتخابات که معلومه مؤسسان پنجم جوانان شورشی و مردم دارن اسم‌نویسی میکنن، اما به اینجا خط نمیشه. بلافاصله مقاومت ایران سالیانه منشور 10 ماده خانم رجوی رو اعلام کرده. از جمله تو این منشور خب آزادی زنان هست، آزادی پوشش هست، به اصطلاح اعلام شده در مورد ممنوعیت اعدام و 10 مورد مختلف داره. برنامه یعنی در واقع منشور خانم رجوی کاملا مشخصه توی 10 ماده و همه جا اعلام شده. به جز این، از سالیان پیش شورای ملی مقاومت ایران بیانیه‌ها و طرح‌های خودش رو در زمینه‌های مختلف، از جمله در مورد اقلیت‌ها، در مورد زنان، در مورد تمام اوضاع اول مملکت به حساب بیانیه‌های خودش داده. بله، هموطن دیگه سر موضوع احمدی نژاد پرسیده حبیب، گفته که احمدی نژاد پشتش به چی گرمه. بله. که اینطور داره تضاد کار می‌کنه. چی دیده احمدی نژاد از خامنه‌ای که اینطور صحبت می‌کنه؟ این فقط مختص احمدی نژاد نیست. احمدی نژاد و سایر به اصطلاح باندهای این رژیم، اینا همه یک چیز واقعیت دیدن، که اونم واقعیت فلاکت و ضعف مطلق خامنه ایه. اگر خامنه ای قدرت داشت، خب همین بود جلوی لاریجانی رو میگرفت. اگر قدرت داشت، الان چند مدت احمدی نژاد سالیانه به عنوان قلوس همین رژیم. این همون کسیه که دست پرورده خود خامنه ای بود. اگر خامنه ای قدرت داشت، جلوی احمدی نژاد میتونست بگیره. خب واقعیت اینه که خامنه‌ای قدرت نداره، در وضعیت بسیار فلاکتباری به سر میبره، که احمدی نژاد بسیار هوشیاره تو این رابطه. اینا تعادل قوا رو به خوبی میفهمن. اگر کمی شک داشت به قدرت خامنه‌ای، مطلق وارد این حرفا نمیشد. اما واقعیت اینه که احمدی نژاد در واقع گورکا تعادل قوا رو خیلی خوب میفهمن. بله، بسیار سپاسگزارم حبیب، به انتهای فرصت این گفتگو رسیدیم. خیلی ممنون که شرکت کردیم. من تشکر میکنم شما که به این فرصت به من دادید. خواهش می‌کنم.